ورځو یو ریپورټ ته وروستي جزئیات په دې تړاو راخلو. پر اسرائیلو د ایران د بریدونو پیل. د اسرائیلو د پوځ وین خبر ورکړی چې ایران د اسرائیلو پر خارونو تر 200 ډیر توغندي ویشتلي بی پیلوټ الوتکې د اسرائیلو خاورې ته دننه کړې دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه د ایران له لورې په لسګونه توغندي او ډرون د اسرائیلو په پولو کې دننه او بهر له منځه وړل شوي دي. ایران نن شپه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د ایران رژیم تر 200 زیات درون، کروز توغندي او بالستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د رسمي شمیرو پر بنسټ په دغو بریدونو کې یو لس کلن اسرائیلي ماشوم ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د هوایي برید په ترڅ کې د ایران د سپایو پاسداران د دوه جګپوړو قمندانانو په ګډون و سرتیري ووژل شول. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه. باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. پر اسرائیل و ایران دغه بریدونه د دغه هیواد د وګړو لپاره خبرګون سره مخ شوي دي. من تو هیچ کشوری در هیچ جایی ندیدم با حمله به کشوری دیگه و جنگ مردم خوشحال بشن، ولی امشب مردم خواب را به خودشون حروم کردن تا بیان اینجا و بفهمونن که این جنگ برای ما چقدر مهمه و خوشحالیم از این حمله به کشور اسرائیل. من فکر نمی کنم جوابی بدن. اگه جوابی بدن قطعا ایران پاسخ میده بازم بهشون. له دغو بریدونو وروسته د اسرائیلو جنګي کابینې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ یوه غونډه رابللې ده. زموږ دفاعي سیسټمونه ځای پر ځای شوي دي. موږ د هر ډول سناریو لپاره چمتو یو. دفاعي او برید دواړو ته د اسرائیلو حکومت او اردو پیاوړي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالتونو، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو پر اسرائیلو د ایران بریدونه غندلي او هغه د سیمې او نړۍ د هیوادونو سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ټیم د بیړنۍ غونډې په ترڅ کې له اسرائیلو سره پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې موضوع کې تم کیږي ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره له ایران څخه د نړیوالو چارو شنونکی نصرالله کاشانی صاحب له موږ سره یو ځای شوی دی. کاشانی صاحب سلامونه، ستړی مشی. واکنش ها در ایران، به خصوص واکنش های افکار آمد در مورد این حمله ایران بر خاک اسرائیل چی است؟ به نام یاد خدا، سلام بر شما و همه بیننده های عزیز. و هرچند صدای شما بسیار چنین صدایتان پایین بود، متاسفانه من سوال را نگرفتم. اما کاشانی صاحب دوباره میپرسم، دوباره بله کاشانی صاحب دوباره پرسش با شما شریک میسازم که واکنش ها در ایران به ویژه واکنش افکار عامه در مورد این حمله تهاجمی ایران بر خاک اسرائیل چی است؟ ببینید، چنانچه همه ما و شما میدانیم، در هر جامعه چند طبقه مردم هست و در چند سطح دیدگاه ها و نگرش ها وجود داره. بدون شک ایران هم نمیتونه مستثنا از این باشه. کسانی که حامی آن حکومت و نظام هستند بدون شک از این عملیات ها و عملات موشکی و پهبادی ایران بر علیه اسرائیل استقبال میکنن و حتی خواهان یک جنگ رو در رو هستند. و یک کتله ای از کسانی که اهل خبره و نویسندگان و رسانه و فرهنگ اینا هستند، جنگ را به نفع هیچ یک از کشورها نمیدانند و در سطوح دیگر که فضای مجازی و رسانه های جمعی هست، اکثریت کسانی که از این فضای مجازی و صفحات اجتماعی استفاده می کنند دیدگاه های مختلف دارند که بعضی مخالف این جنگ هستند. و اما کسانی هستند که اینجا معروف به تندروها هستند و اینها استقبال کردند، چنانچه شما در رسانه ها دیدید چپ در ساحات و استان های مختلف ایران رقص و پایکوبی و شادی داشتن به خاطر عملیاتی که ایران علیه اسرائیل انجام داد. بله کاشانی صاحب، بله مخالف و موافق این عملیات به همراه داشتن. بله کاشانی صاحب، در کل سیاست های کنونی ایران در برابر اسرائیل، به ویژه در مورد احتمال اقدام نظامی در برابر اسرائیل، به چه سمتی در حرکت است؟ چه باور ایران دارد و چه اقدامی را تهران روی دست دارد که چگونه سیاست را در مقابل
اسرائیل اتخاذ کنند. آیا همچنان متکی به حمایت از گروه های نفوذی در شرق میانه باقی خواهد ماند یا نه؟ احتمال یک حمله تهاجمی هم از خاک ایران بر اسرائیل وجود دارد؟ ببینید، چنانچه شما میدانید استارت این حمله یا عملیات را ایران بامداد امروز زده بود و موشک‌هایی را که به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد و بیشتر از صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک را اینا عملا شلیک کردند و یک پایگاه نظامی را که خساراتی هم به همراه داشته در اسرائیل هدف قرار دادند و حالا اسرائیل هم اعلان کرد که شماری از این موشک‌ها و پهپادها را به همکاری بریتانیا و آمریکا و اردن و نیروهای هوایی از این سه کشور رهگیری شدند. به هر ترتیبش ایران در منطقه دست باز داره، چنانچه شما میدانید حوثی‌های یمن، سوریه، حکومتش، عرضم به حضورتون حزب الله لبنان در غزه، گروه حماس و گروه های جهاد اسلامی و سایر گروه هایی که با ایران هم نظر هستند و تمویل مالی میشن که ایران به صورت کتب پنهان اینا را حمایت نکرده است. در مجموع اگر ایران قرار به این باشه که به یک جنگ رو در رو و مستقیم با اسرائیل بروند، به طرف اسرائیل بروند، بدون شک اوضاع در کل منطقه متشنج خواهد شد و همچنان هشت شعبی عراق و گروه های شبه نظامی شیعه در سراسر خاورمیانه اینها آرام نخواهند نشست و چنانچه تا هنوز هم آرام ننشستند و در برابر اسرائیل با این حجم از جغرافیای کوچک من فکر میکنم که هر گونه اقدام نظامی از نگاه عقلانی و منطقیش بر ضرر اسرائیل و به سود ایران فعلا خواهد بود، چون کلا توازن قوا در منطقه فعلا یک طرفه به نفع ایران هست و تمام گروه ها و شبه نظامیانی را که ایران در منطقه حمایت میکنه همگان دست باز دارن و مجهز و ملبس به موشک ها و پهپادهای بسیار پیشرفته و فوق پیشرفته هستند که اینها یک تهدید بزرگ بر علیه اسرائیل و خاک اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و متحدینش در منطقه میتونن یک تهدید بالقوه باشن و ایران بدون شک در این عملیات دست بازتری را نسبت به اسرائیل خواهد داشت. بله. و کاملا در همین مورد می‌خواستیم صحبت کنیم کاشانی صاحب. بله، دقیقاً می‌خواستیم در این مورد صحبت کنیم که ظرفیت‌های دو طرف در صورت احتمال یک جنگ چه خواهد بود. اسرائیلی که امروز دنیای غرب در عقبش استاده است، یک نیروی هوایی گسترده و قوی هم داره، سپر دفاع موشکیش هم فعال است و در این طرف ایران وجود داره که نفوذ زیاد میان گروه های شبه نظامی و اسلامیستا در منطقه داره. در صورت احتمال یک جنگ، یک نبرد، فکر میکنیم که توازن قوا بیشتر به طرف ایران خواهد بود یا به طرف اسرائیل؟ البته که از لحاظ جنگ های گوریلایی و چریکی و حضور گروه های شبه نظامی ایران دست فراتر و بیشتر خواهد داشت، اما این طرف هم یک کشور وجود داره که دنیای غرب در عقبش استاد است. ببینید، جنگ در غزه این مسئله را ثابت کرد که اسرائیل آن گونه ای که ادعا میکند به عنوان یک قدرت برتر در منطقه نیست. اینها در غزه عملا شکست خوردن، عملیات هایی که انجام دادن برای آزادسازی گروگان هایشان و یا در طول یک جنگ چند ماهه که اینها درگیر هستند به جز تلفات به غیر نظامیان هیچ گونه از ضربه سنگین را به گروه های جهادی و گروه حماس نتانستن بزنن و از این مشخص و معین میشه که اسرائیلی ها در جنگ تجربه کافی ندارن و هنوز هم به لطف آمریکا و تکنولوژی هست که اسرائیل سر پا ایستاده و الا در میدان های نبرد اوضاع کاملا متفاوت است و فرق میکنه و اینها یک غزه ای را که یک تنگه و یا یک باریکه بسیار محدود هست ماها زمان میبره نتونستن که این گروه های را که بسیار محدود هستند در مقایسه با ایران، در مقایسه با گروه های حزب الله، هشت الشعبی و گروه هایی که در نقاط دیگری خاورمیانه از طرف ایران حمایت میشن. بنابراین هر گونه درگیری در منطقه خاورمیانه بدون شک توازن قوا را کاملا به نفع ایران رقم میزنه و یک طرفه خواهد بود و همون وجه برتری دست ایران و در واقع شبه نظامیان یا گروه های مورد حمایت ایران خواهد بود و بدون شک حمایت های آمریکا و دنیای غرب هم تأثیرات خاص خود را در این جنگ خواهد داشت. اما فراموش نکنید که در این سو کره شمالی وجود داره، روسیه وجود داره و چین وجود داره که اینها هم بسیار تاثیرگذار هستند در توازن قوا و در چگونگی شکل گیری این توازن و حمایت هایی که
در واقع دنیای غرب از اسرائیل میکنه، بدون شک روسیه درگیر در اوکراین که غرب را دشمنی جدی خود میداند با ایران همکار و هماهنگ خواهد بود. چین هم عین مسئله و کره شمالی هم در اینجا بیکار نخواهد نشست و همینطور هستند کشورهای دیگری که در واقع مخالف سیاست های در واقع جاه طلبانه غربی ها هستند و مخالف سیاست های یک طرفه و جانبدارانه غربی ها هستند، اینها در کنار ایران خواهند ایستاد و باز هم جهان به سوی دو قطبی شدن به صورت جدیتر و سریعتر حرکت خواهد کرد و در نهایت یک بی‌نظمی در عرصه نظام بین الملل و یک جنگی که تمام منطقه را فرا خواهد گرفت و دامنه این جنگ بدون شک و اروپا و غرب هم صراحت خواهد کرد و مشاهدش خواهیم. بله. و تنها ایران، مسئله جنگ ایران، جنگ ایران و اسرائیل نیست و جنگ شبیه به جنگ جهانی خواهد. بله. کاشان صاحب، دیدگاه فعلی، دیدگاه حکومت، تصمیمای احتمالی، افکار آمد در کل در ایران فعلا چگونه است؟ آیا این یک آغاز خواهد بود که به پایان رسیده و ایران دیگه دست بر می دارد، دیگه حمله نمی کنه، یا نه؟ یک آغاز خواهد بود که پایانش معلوم نیست و احتمال داره که حملات گسترده شود، موشکای بیشتر شلیک شود، اقدامات دیگری شود، از زمین حمله شود. دیدگاه ها در ایران چگونه است به ویژه از جانب حکومت؟ ببینید، بدون شک دولت ایران بارها اعلام کرده که به هر تهدیدی پاسخ بالمثل خواهد داد و همینطور این البته اقدام را اسرائیلی ها کردند که کنسولگری ایران را که در حقیقت از نگاه دیپلماسی و کنوانسیون های بین المللی مسئولیت دیپلماتیک داره و یک مکان امن هست و اسرائیل مورد هدف قرار داد و ایران هم این را تجاوز به خاک خود تلقی کرد و پاسخ اون عملیات اسرائیل را داد. اما در کل مردم ایران اوضاع به گونه ای هست که هر گونه جنگی که شود بدون شک مردم ایران در کنار دولت می ایستند. اینا یک قاعده ای دارن که زمانی که در مسائل خارجی باز درگیر شوند، در مسائل درونیشون همه تفاهم میکنن، توافق میکنن و در یک صف ایستاده هستن. ما چنانچه شواهد و مدارکی در فضای مجازی، در رسانه های جمعی و در اجتماع میبینیم، اکثریت مردم نسبت به این عملیات راضی هستند و شمار مخالفین خود را هم داره و تعدادی هم جنگ را نه به سود اسرائیل میدانند و نه به سود ایران میدانند. دیدگاه ها مختلف است و ما اکثریت به هر حال اگر خواهان جنگ هم نباشند، اما اگر در یک عملی انجام شده قرار بگیرند و یک جنگ صورت بگیره، بدون شک مردم ایران قاعدتا در کنار حکومتشون میستن و از تمامیت ارضی خاک خودشان دفاع میکنن، چنانچه شواهد و مدارک تاریخی هم این را همیشه ثابت ساخته که این مردم نیستن که به سادگی ببازن. بله. در حال حاضر کاشانی صاحب، اسرائیل با در چندین جبهه با چندین طرف دست و گریبان است، در غزه با حماس، او طرف در یمن با حوثی ها و در لبنان با حزب الله. فکر نمی کنید به نحو اسرائیل در محاصره طرف هایی است که زیر حمایت و نفوذ تهران قرار دارند و این مورد دست تهران بلندتر و قویتر خواهد کرد؟ و آیا ایران احتمالاً به این تکیه خواهد کرد که یک حمله گسترده از خاک خودش علیه اسرائیل را اندازی کنه، یا نه به همین حمایت گسترده گروه های نفوذی ادامه بده تا دردسرهای بیشتر را به اسرائیل در منطقه خلق کنه؟ ببینید، ایران از هر دو گزینه استفاده خواهد کرد و تا هنوز را که شما می دانید که اسرائیل چنانچه اعلام کرد سخنگوی ارتش اسرائیل که موشکایی از خاک لبنان شلیک شده، همینطور از غزه جهاد اسلامی و حماس موشکایی را به سمت خاک اسرائیل پرتاب کردند و حوثی های یمن هم که در دریای سرخ و در اونجا آماده بسیارچه آماده باش هستند و سیستم کشتیرانی و تجارت بین المللی را کلن با بنبست مواجه ساختن و همینطور در عراق و جاهای دیگری که شبه نظامیان هستند، بدون شک از قدرتی از این هم استفاده خواهد شد و هم ایران از توانه های بالقوه خودش هم از خاک ایران و هم در منطقه کشورهایی که نفوذ داره و عملا نیرو داره و تجهیزات نظامی داره استفاده خواهد کرد و از هر گزینه‌ای بر علیه این تهدید استفاده خواهد کرد. اما من فکر میکنم که چنانچه فعلا اعلام کردن اوضاع یکم فروکش کرده و اون احتمال یک رویارویی مستقلی که وجود داشت کم کم داره فروکش میکنه و
همین چند لحظه پیشتر من خواندم که فضای حریم هوایی اسرائیل باز شد و همینطور حریم هوایی عراق، سوریه و چند کشور دیگر حریم هوایشان را بر روی ترافیک هوایی کاملا بسته بودند دوباره باز کردند و این بیانگر این است که چراغ سبزی از طرف ایران و در واقع آمریکا به اینها نشان داده شده و بالاخره این مسئله کمتر فروکش کرده تا که ابزار ببینیم به کدام سو میره و احتمالاً این درگیری آهسته آهسته فروکش خواهد کرد و اون احتمال یک جنگ بالقوه کمتر دیده میشه به دلیل از اینکه اکثریت کشورهایی که با حالت ازالات درجه یک و آماده باش بودن کم کم از اون حالت بر آمدن، بخصوص حریم هوایی اسرائیل دوباره بر روی ترافیک هوایی باز شد و همینطور کشورهایی که بر محور اسرائیل وجود دارن. بله کاشانی صاحب، اگر بحث جمع کنیم فکر میکنیم چه نیاز است برای ایران که چگونه بتانه معادلات امنیتی را در شرق میانه به نحوی مدیریت کنه که امنیت شرق میانه محفوظ باشه و اوضاع خیلی زیاد به تشنج نره و چه اقدامات باید در کل از سوی جهانیان صورت بگیره که وضعیت به طرف یک جنگ گسترده که باعث ایجاد نابسامانی های گسترده سیاسی و نظامی و اقتصادی شوه و همچه اگالتی نره؟ ببینید در این عرصه سازمان ملل می تواند بسیار مؤثر واقع شود و همینطور ایالات متحده آمریکا و چین، روسیه و انگلیس و کشورهای که قدرت‌های بزرگ در سطح نظام بین الملل هستند و اینها می توانند که بدون حمایت از اسرائیل و هر دو طرف را به یک صلح در واقع تشویق بکنند، ترغیب بکنند و از اسرائیل حمایت نظامی نکنند و اسرائیل را مجبور به این بسازند که در واقع از این جهالت و سرپیچه هایی که از همه قوانین بشری و قوانین بین المللی میکنه در واقع دست برداره و همینطور به خواست های تهران و ایران هم رسیدگی شود و اینها یک تضمینی به دو طرف بدن که نه اسرائیل از طرف تهران تهدید جدی میشه و نه تهران یا ایران از طرف اسرائیل روی تهدید قرار داره و سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید وارد عمل شوند و از کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و قدرت‌هایی که در سطح نظام بین‌الملل فوق‌العاده تاثیرگذار هستند استفاده شود تا این سطح تنش را یک مقدار پایین بیارن و در واقع به یک توافقی برسن که امنیت منطقه را تضمین کند. بسیار زیاد تشکر کاشناس روابط بین الملل نصرالله کاشانی صاحب. دیر از یاد منه. بخیر و سلامت باشید کاشانی صاحب. We'll be right back.